اصلا جوراسیک پارک و اینجا با چوب درست کردن مجسمه قشنگ. اگه رفتید اینو حتما از نزد و این محدوده هم لندنه، کنار دریاچه مردم راحت دراز کشیدن، فیلای چوبیه، معمولا جای بزرگ میخوایم برای بازی کردن و فوتبال و باش مجسمه های خوبی که میتونید باش عکس یادگاری. اجازه باربیکیو نیست، گفتم این سنجابا همه جا هست، من برید از این زاویه ببینید. سلام، به مناسبت 13 به در اومدیم یه چرخ توی لندن بزنیم تا پارک های معروف و بزرگش رو با همدیگه نگاه بکنیم، ببینیم کدومش به درد 13 به در میخوره، کدومش به درد گردش و تفریح. پس با من همراه باشید و ازتون دعوت میکنم اگر کانال رو سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب بکنید و ادامه ماجرا رو با من همراه باشید. اولین پارکی که میریم سر بزنیم The Regent's Park. همینطور که شما توی نقشه دارید میبینید، من هر کدوم از این پارک ها رو عقب جلو میکنم، یه پارک رو در گوشه کنار لندن نشون میده. اینجا نقشه لندنه، این رودخونه معروف تیمز هست و این محدوده هم لندن. ما بریم یکی یکی از تصویر هوایی پارک ها رو نگاه بکنیم، میریم داخلش، عکس هایی که مردم گرفتن آپلود کردن توی گوگل، اونها رو هم با هم دیگه نگاه میکنیم، به نتیجه میرسیم که آیا اینجا خوب هست یا خیر. اولین پارک اینجاست، بریم جلو ببینیم چه وضعیتی داره. ریجنس پارک یه پارک جمع جور و زیباست که دریاچه داره و فضای سرسبز که شاید جون میده برای 13 به در. خب از این جلوتر هم میتونیم بریم ببینیم چی داره. بریم اول چند تا از عکساش رو ببینیم، اصلا ببینیم به درد میخوره یا نه. خب این عکسای داخلش، کنار دریاچه مردم راحت دراز کشیدن، حتی میشه کنار این عکسای یادگاری گرفت، رودخونه تزیینی داره ظاهرا و جالبه یه باغ وحش هم من میبینم. اینا زمینای فوتبال، جون میده برای 13 به در که توپ ببری اینجا شروع کنی به فوتبال بازی کردن دست جمعی. ظاهرا پارک خیلی زیبا و خوبیه، برای هر منظوری شما بخواید میتونید ازش استفاده بکنید. برگردیم فوری بریم سراغ دومین پارک. بله اینم نقشه کلی این پارک ریجنت پارک. اینم بهتون نشون بدم که الان که ساعت 5 اینجا بازه و میگه تا ساعت 6 بعد از ظهر هم باز خواهد بود. وبسایت و همه چیش هم اینجا هست، شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید. اما بریم سراغ دومین پارکمون، هایت پارک. هایت پارک اینجاست، بریم جلو. هایت پارک رو خیلی خوب میشناسن، یکی از معروفترین پارک های لندنه که خب دریاچه زیبایی داره، دوتا دریاچه داره، فضای سرسبز و خب توی سنتر مسلما اینجا هم جای پارکش یه خورده سخت پیدا میشه، ولی به هر حال میشه توی این خیابونه اطراف پی کرد و یه چند ساعتی رو استفاده کرد. خب بریم عکسش رو با هم دیگه ببینیم. دریاچه خیلی زیبا که البته من قبلا ازش گزارش گرفتم و توی پیج و کانال فکر میکنم قرار دادم. بله مناسبت های مختلف عکس های مختلف رو براش آپلود کردن. جالبه من چند بار رفتم این ساختمون رو هنوز ندیدم و سنجابا که به هر حال هر کی حتی یه بارم رفته باشه سنجابا رو حتما دیده که خیلی هم دست آموزم یا نه دست آدم خوراکی میگیرن و جاهای دیدنی بسیار زیاد که ظاهرا لندن آی هم از اونجا دیده میشه و این هم نقشش. بله خب همینطور تا چشم کار میکنه، فضای زیبا و عکس های جالب تر. خب ساعت 12 AM تا 12 نصف شب فکر میکنم باز دیگه قاعدتا دیگه نیاز به آدرس نداره، شما تو گوگل هم که بزنید هایت پارک بهتون میگه. میگه اوج ترافیک هم حدود ساعت 5:30 6. برید اینجا هم حتما خوش میگذره. بریم پارک بعدی، ویکتوریا پارک، ببینیم کجاست. ویکتوریا پارک رو اینجا به ما نشون میده،
میریم جلو، یه پارک بزرگ، باز هم دریاچه، سه تا دریاچه، فضاهای بسیار شیک و دیدنی. بریم خیلی سریع عکساش رو ببینیم که حتما دیدنیه. دکوریجات خیلی جالب داره و مناظر زیبایی رو ما اینجا میتونیم پیدا کنیم. این احتمالا اطرافشه و این ها میتونه داخل باشه. فضای بازی برای بچه ها و مسیر دوچرخه. اینجا هم ظاهرا برای پرنده ها نگهداری میشه که این گونه های مختلف پرنده هایی که اینجا یافت میشه رو تابلو کردن. خب همینطور که در سمت چپ دارید میبینید، یه خیلی سریع من رد بشم، عکسای خیلی زیبایی داره. شما هم میتونید برید نزدیک و از این همه زیبایی استفاده بکنید. بیایم سراغ آدرس و ساعتش. 8:15 میبنده. اینم که پست کدش. خب بریم بعدی. اینم از ویکتوریا پارک، گرین پارک. گرین پارک اینجاست، میریم نزدیک. پارک بسیار زیبا و سرسبزیه، خیابونه بزرگی داخلشه، ساختمونه بزرگی داره و بریم داخلش ببینیم چه عکسایی رو براش آپلود کردن. حالات موزه توری هم داره. و این فیلا رو هم ببینیم، فیلای چوبیه، خیلی بزرگ، اندازه خود فیل درست کردن، حتما از نزدیک خیلی دیدنیه. ساختمان اطراف این هم تو مناسبت های مختلف احتمالا همون خیابون داخلش نمایش بوده. باز هم سنجاب دوست انسان که همه جا موجوده، نقشش و فضاهای سبز و دیدنی. و آدرس اینجا میشه W1J7NF که میگه تا ساعت 12:30 بازه و بعد از اون دیگه میبندنش. پارک بعدی دالویچ پارک، بریم ببینیم کجاست. پایینه، تقریبا جنوب لندن. بریم ببینیم چه شکلیه، چقدر هم بزرگه، خیلی وسیعه، کلی ساختمون و فضای سبز و اصلا کل این محدوده سرسبزه. چه محله واقعا با صفایی، حتی ساختمون ها دیگه انگار وسط پارک قرار گرفتن. بریم ببینیم از این دریاچه و این محیط سبز خود این پارک چه عکسایی رو آپلود کردن مردم. فضای سبز بسیار بزرگیه، واقعا همچین جایی برای سیزده به در مناسبه، چون ما معمولا جای بزرگ میخواییم برای بازی کردن و فوتبال و وسطی و بله. پل خیلی زیبای چوبی، پرنده ها و گیت ورودی و احتمالا قایق سواری هم اونجا انجام میشه، دکور، نقشه و غیر و ذلک. خب خیلی سریع رد بشیم. تا ساعت چند بازه؟ تا ساعت 8 بعد از ظهر بازه. این هم آدرس این پارک زیبا. بریم سراغ پارک بعدی، کنزینگتون. اینجا قرار داره، پارکش رو ببینیم. یه پارک بزرگ، یه دوری این وسطش بزنیم ببینیم چجوریه. بسیار زیبا، وسیع، عکساش چی داره؟ مجسمه، فضای سبز، ساختمون های قدیمی، شکیل لاکچری و حوض. بعد فضاهای بسیار خوبی که برای ما ایرانی ها بسیار به درد بخوره. این هم از عکساش، مجسمه های خوبی که میتونید باش عکس یادگاری بگیرید. بله من دیگه همینجا ورق بزنم که شما سریعتر بتونید ببینید و تصمیم بگیرید که برید یا نرید. این هم از این.
عکسای خیلی زیادی داره. بریم ببینیم تا ساعت چند بازه این پارک. ساعت کاری براش نزده، حالا من نمیتونم بگم شبانه روزی هست یا نه چون اطلاعی ندارم، ولی میتونم بگم که حدود ساعت 6 بعد از ظهر، قبل از 6 بعد از ظهر پیک شلوغیه. از طریق وبسایت شما میتونید چک بکنید آیا شبانه روزیه یا ساعت خاصی داره. پنت جیمز پارک، ببینیم کجاست. این پارک اینجاست، تقریبا نزدیک لندن آی تو سنتره. یه پارک باز بزرگ، دریاچه دوتا، یه میدونگاهی داره، خیابون داره و مثل همه پارک ها منظم و برنامه ریزی شده است. بریم عکساشو ببینیم. لندن آی دیده میشه، بله، چون رودخونه دقیقا اینجا بود. عکسای بسیار زیبایی گرفتن از شب، روز، ساختمون ها، فضای دیدنی، اطرافش. بازم موضوع همیشگی عکس و سنجاب، فضای سرسبز، ساختمون، آب، هر چیزی که فکر بکنید، آثار هنری، مردم، بر فضاهای خیلی خوبی هم هست برای اتراق کردن. فقط اینو خدمتتون بگم که توی هیچ کدوم از پارک های لندن من سوال کردم اجازه باربیکیو نیست و سوال کردم خب خیلی ها این کار رو میکنن، گفتن که خب اونا غیر قانونی انجام میدن و اگر ما ببینیم حتما تذکر میدیم، پس بهتره که غذای سرد آماده با خودتون ببرید اگر میخواید برید اونجا و یه موقع با باربیکیو نرید و گرسنه بمونید. خب اینم از این و عکس زیبایی که پرنده روی دسته. بریم ببینیم تا ساعت چند بازه. تا ساعت 12:30 بازه و آدرسش هم اینجا شما میتونید یادداشت کنید. پارک بعدی باتسی پارک. ببینیم این پارک کجاست. بله، باز هم پایین رودخانه تیمز، چسبیده به رودخانه تیمزه. پارک این محدوده رو شامل میشه. داخلش باز هم دریاچه داره و ساختمون و هر چیزی که لازمه برای وجود در یک پارک شما اینجا میبینید. بسیار زیباست، سرسبزه. بریم امکاناتش رو داخل عکس با هم دیگه مرور کنیم. باز هم ساختمون و رقص آب و پل زیبا و قایقایی که ازش رد میشن، چون دقیقا کنار تیمز هستش این مجسمه و پل و ساختمون. ببینیم خود پارک چی داره. بله، چه فضای زیبایی درست کردن. نقشه خود پارک رو به صورت کاملا آرتیستیک نمایش دادن. این هم محوطه خود پارک، حیوانات داخلش و قسمت های مختلف این پارک که ببینم از سرسبزی ها میتونیم چیزی پیدا بکنیم. یه تصویر سیاه‌سفید هم اینجا داریم که عکس قشنگی گرفته. بله، این فضا رو که از اون زاویه ما دیدیم این دفعه از این بر عکس گرفتن و چقدر زیباست. شاید پارک خیلی بزرگی نباشه به منظوری که ما میخوایم بریم اتراق کنیم، ولی پارک خیلی زیباییه برای اینکه شما بری قدم بزنی و از منظره اطراف این پارک مخصوصا رودخانه تیمز استفاده بکنید. ساعت کاری نزده. این هم آدرسش، اگر شما خواستید میتونید تشریف ببرید. پیکش هم باز طبق روال همون ساعت 6 بعد از ظهر. گولدرز هیل پارک، این پارک خیلی هم سرسبز و نسبتا وسیع که محوطه خیلی زیادی رو شامل شده. ببینید خیلی بزرگه. اما عکساش، احتمالا باید عکسای خیلی سرسبز، بله همینطور که فکر میکردیم، خیلی زیباست. دریاچه کاملا بکر، گفتم این سنجابا همه جا هستن، احتمالا اینجا حیوانات هم نگهداری میشن.
بله چه زیبا. بله اینجا رو پیشنهاد میکنم حتما برید، چه طراحی خیلی قشنگی کرده برای این درختها. اینا فکر نمی کنم اسباب بازی باشن، ولی خب بچه داره باش بازی میکنه، امیدوارم براش خطری نداشته باشه. چه مجسمه قشنگ، اگه رفتید اینو حتما از نزدیک ببینیدش. بله همین سمت چپ و خیلی سریع با هم دیگه دور میزنیم که خیلی وقتمون گرفته نشه، فضای بسیار بکره دست نخورده. و جالبه براتون بگم که تک تک این تناها رو دستی میندازن اینجا، یعنی دیزاینش میکنن. شما تمام پارکای لندن رو که برید معمولا دستی دیزاینش کردن. اینم هم مجسمه از یه زاویه دیگه شخص دیگه عکس گرفته. پیشنهاد میکنم شما هم جاهای مختلف رفتید عکس بگیرید و با آیدی خودتون تو گوگل حتما آپلود بکنید. خیلی کمک میکنه به خیلی دیگه از عزیزانی که مثل ما میخوان برای اولین بار شاید مثلا بریم یه پارکی رو ببینیم. این عکس ها خیلی کمک میکنه. گوگل هم معمولا از شما تشکر میکنه. من قبلا این کار رو انجام دادم، عکس آپلود کردم و بعد یک سال میاد مثلا گزارش میده که 20,000 نفر عکس شما رو دیدن و لایک کردن. پس پارک بسیار خوبیه. بله تا ساعت 9 شب بیشتر نیست. این هم آدرسش اگر خواستید تشریف ببرید. پیکش هم مثل همیشه است، گرینویچ پارک. ببینیم کجاست. حتما تو محدوده همون گرینویچه که بله این هم که محدوده گرینویچه. من حتما یه گزارش بعدا از همین گرینویچ براتون میگیرم، چون خیلی ارزش تاریخی داره و ارزش علمی داره اینجا. این خود ساختمان گرینویچه. خب بریم ببینیم این پارک زیبا چه عکسای به یاد موندنی رو ازش ثبت کردن. فضای بسیار باز که میشه توش بازی کرد، ساختمون‌های مربوط به خود گرینویچ. اینجا دقیقا مدار 0 درجه است دیگه. احتمالا میدونید که ساعت از همین مدار شروع میشه و هر چقدر جلوتر میره ساعت عقب جلو میشه. دقیقا اینجا مدار 0 درجه است، یعنی اینجا رو مدار 0 در نظر گرفتن، چون اولین بار اینجا کشف شد که ساعت به چه صورت کار میکنه. بله این ساختمون ها رو حتما برید از این زاویه ببینید، خیلی دیدنیه. هم ارزش تفریحی و سرگرمی داره، هم ارزش علمی و تحقیقاتی داره. اینجا هم که احتمالا توی تایمی از زمان سیرک بوده که میشه پیگیری کرد ببینیم که سیرک هست تا ما هم بتونیم بریم از نزدیک ببینیم. بله خب پس بسیار زیباست و میشه ازش استفاده کرد. ساعت کاریش تا ساعت متاسفانه نزده اینجا که براتون بخونم. این فقط پست کدشه و آدرس و شماره تلفنش هم هست، شما میتونید بهش مراجعه کنید. کریستال پلیس پارک، ببینیم کجاست این پارک. خیلی جنوبه. این برای کسایی خوبه که جنوب لندن زندگی میکنن. باز هم بد نیست یه دور کوچیک اینجا بزنیم، یه معرفی داشته باشیم. یه پارک زیباست، یه ورزشگاه اینجاش من میبینم، یه زمین فوتبال خیلی جالب اتفاقی اینجا پیداش کردیم. و اما عکس ها که با اولین عکس تصمیم گرفتم که حتما برم اونجا. چقدر زیبا این مجسمه ها رو درست کردن و همین باعث میشه که کلی توریست، کلی بازدید کننده به این پارک زیبا مراجعه کنه که آدم اولش فکر نمیکنه این پارک توی جنوبی ترین قسمت لندن بتونه اینقدر زیبا باشه. اصلا پارک بسیار خوبی. حتما من یه روز میرم و براتون یه گزارش کامل اینجا میگیرم. اصلا جوراسیک پارک رو اینجا با چوب درست کردن و رها کردن تو طبیعت. بله اینم همون ورزشگاهی بود که از بالا نگاه میکردیم و چقدر بزرگ و زیباست. اگر اسم این ورزشگاه رو کسی میدونه حتما کامنت کنه ما هم بدونیم. اینم نقشه پارک و همچنان جوراسیک پارک. این پارک زیبا، خیابونه اطراف، تمساهای قول پیکر و
تا چشم کار میکنه زیبایی. بسیار بسیار زیباست. حتما این پارک رو یادتون باشه. کریستال پلیس پارک. کریستال پالاس پارک. ببخشید من پلیس میخوندم. پالاس پارک. قصر کریستاله. تا ساعت 8:30 بعد از ظهر بازه. اینم آدرسش. اگر خواستید حتما تشریف ببرید. و اما پارک بعدی هولند پارک. باز هم تو سنتر. کمی بالاتر از سنتره. این پارک زیبای کوچیکه که خیلی هم معروفه چون تو جای مهمی قرار گرفته. بریم ببینیم این پارک چی داره که اینقدر معروفه. بله پارک از دیتیل و ریزکاریایی که توش رعایت شده معلومه که بهش خیلی بها میدن. حیوانات بسیار زیبایی احتمالاً داخلش هست. از این طاووس معلومه. ریزکاری، جزئیات و هر چیزی که شما فکرشو بکنید تو این پارک بهش پرداخته شده. ساختمانی که احتمالاً اطرافش رو مجدداً بازسازی کردن چون از جنس متریالش مشخصه. هولند پارک خیلی دیدنیه. خیابونه اطراف، فضاهای داخل و خود پارک که کاملا بکره با حضور همیشگی سنجاب. اینم یکی از ورودی هاشه. بر اینم که تابلوی معرفی پارکه. به به بسیار زیباست. واقعا دیدنیه. حتی خیابونه اطراف هم بسیار زیباست. خب تصمیم گرفتیم که پس این پارک هم حتما سر بزنیم. بریم ببینیم تا کی بازه. هولند پارک تا 7:30 AM 7:30 صبح باز میکنه. ببخشید الان بسته است. تا 7:30 صبح فردا 7:30 صبح باز میشه. ساعت بستنش هم خب چیزی که مشخصه احتمالا ساعت 6 میبنده. این هم آدرسش. به همین صورت پیک داره یعنی تا 12 و یواش یواش دیگه میاد اینجا و ساعت 5:30 فکر میکنم اینجا بسته است چون دیگه 6 اصلا کلن خالیه. یعنی فکر میکنم تا 5:30 بیشتر باز نباشه. میتونید از طریق وبسایتش هم مراجعه کنید ببینید دقیقا چه ساعتی این رو باز میکنم، چه ساعتی میبندم. ببخشید. بریم سراغ پارک بعدی. هولند پارک رو رد کنیم و بریم سراغ ریچموند پارک. ریچموند پارک تقریبا جنوب غرب لندن. پارک بسیار بزرگ، بسیار دیدنی، ارزشمند، معروف و در جای خیلی خوبی هم قرار گرفته. همینطوری که از اسمش مشخصه محله ریچموند پارک. جای گرونی باید باشه. دریاچه داره، رودخونه، دریاچه داره، خیابون داره و حیات وحش داره. بریم چند تا از عکس‌های زیبا و دیدنیشو ببینیم. این یکی از عکس‌ها. اینم حیات وحش که من قبلا گزارش گرفتم توی پیج هست. تا نزدیکای این آهوها میشه شما تشریف ببرید. دریاچه. و حتی گوز هم قاطی اینها دیده میشه. ریچموند پارک به جز فضای سبز این حیات وحششه که خیلی اون رو معروف و محبوب کرده. حتی به قدری بزرگی که با ماشین میرن داخلش، یعنی از یه سمت با ماشین میرن داخل و از سمت دیگه خارج میشه. همینطور که توی این نقشه هم فکر میکنم الان اینجا موجود بود میتونیم ببینیم که چند تا خیابون کامل از داخل این پارک رد شده. شما میتونید از این ور شهر به سمت دیگه از داخل پارک با ماشینتون تشریف ببرید. پس ریچموند پارک رو که به هیچ عنوان از دست نمیدیم. یکی از پارک های بسیار زیباست. ممکنه شبانه روزی باشه چون خیابون از داخلش رد شده و اینجا هم هیچ چیزی از بستن و باز شدنش نیست. احتمال زیاد شبانه روزیه. آدرسش هم که میشه همون ریچموند. از ریچموند پارک بیایم بیرون بریم سراغ همستد هیس. ببینیم این پارک زیبا کجاست. تقریبا در شمال لندنه. همینطور که دارید میبینید فضای خیلی بزرگی رو گرفته.
کلی پیاده رو داره، دریاچه داره چند تا و بسیار هم زیبا و دیدنی است. خیلی سریع بریم سراغ عکساش. فضا فضای بسیار بزرگیه برای کسانی که از شمال لندن تشریف میارن، خب دسترسی راحت تری خواهد داشت. ساختمون ها حتما به سمت ساختمون ها هم برید، ظاهرا فضای بسیار زیبایی داره. از درخت خشک شده محافظت کردن به خاطر دکوری که داده به محیط. بله، چند تا از عکساش رو با هم نگاه کنیم سریع و این درخت خشک شده رو هم به عنوان دکوراسیون ازش استفاده کردن. اینطوری که مشخصه پارک خیلی قدیمیه به خاطر وجود درخت های تنومند خوش شده خیلی قدیمیش میگم. خب اینم از این و چیزی که هست بسیار زیباست. بریم سراغ پارکه و اول ببینیم ساعت کاریش داره یا خیر. 24 ساعت است و آدرس هم فقط نوشته لندن که میشه از اسمش سرچ کرد و وارد این پارک زیبا شد. و اما پارک بعدی بروکول پارک. بریم ببینیم کجاست این پارک زیبا. در جنوب لندن یه پارک کوچیکیه که مسلما به درد تمام اهالی میخوره، با چند تا دریاچه بزرگ و کوچیک. عکساش هم با هم دیگه یه مرور سری میکنیم. بله اینجا قشنگ برای ایرانیا و ویکندای ما هم بسیار عالی خوب جواب میده، مخصوصا برای 13 به در که دقیقا دنبال همچین فضایی هستیم. استخر سرباز داره که احتمالا بایستی بوک کرد و ازش استفاده کرد. پرندگان و به به فضای بسیار بکر دوست داشتنی. نه محیط اطراف. بسیار دوست داشتنیه. و جالبه که وسایل بازی هم ظاهرا توی این پارک هست. اگر عکس رو اشتباه آپلود نکرده باشن مربوط به همین پارک باید باشه. خب بعضی موقع ممکنه کسی عکس رو اشتباه آپلود بکنه، ولی احتمالاً خب مربوط به همین پارکی که اینجا قرار گرفته. این هم باز هم دکوراسیون از این درخت. بله این پارک رو ما داریم که با وسایل بازی، پس مربوط به همین جاست. خب بریم ساعت کاریش رو ببینیم. ساعت کاری نداره، ممکنه شبانه روزی باشه و این هم پستکد این پارک زیبا. بیاییم بیرون بریم سراغ پارک بعدی، یعنی کوین ماریز روز گاردن. کجاست؟ بله این پارک کمی بالاتر از سنتر لندن، یه پارک بسیار زیبا، باز هم با دریاچه و پیاده روهای زیاد. بریم ببینیم این پارک چی داره. به نظر میرسه که اینجا جاهای دیدنی براش در نظر گرفتن، مثل این. بله کاملا زیبا گلارایی شده، محوطه سازی شده و بسیار زیباست. فوق‌العاده است. مشخصه که این پارک خیلی به گلکاری اهمیت میدن که مردم اینطور از گلهاش عکس گرفتن. مجسمه ها و آبخوریایی که معمولا توی لندن آب نداره. و این آبشار و حوض و باز هم گل گل گل. بریم ببینیم این پارک زیبا ساعت کاری داره. بله 9 بعد از ظهر. این هم آدرس این پارک زیبا. پس حتما به این پارک هم
میشه سر زد. اما واترلو پارک، واترلو پارک کمی بالاتر از سنتر، یه پارک بسیار زیبا، نسبتاً بزرگ، با دریاچه و فضاسازی‌های بسیار شیک. بریم عکساش هم ببینیم، مسلماً این هم میتونه زیبا باشه. بله، فضای سرسبز خیلی خوبی داره. کاملاً آرام بخش و زیبا. بله، واقعا چه درخت قدیمی بوده که هنوز هم سرپاست، ولی از داخل دیگه خالی شده. اما جاهای خیلی زیبایی روی برکه درست کردن، تو جاهای دیگه به چشممون نخورد. برای بکراند عکستون میتونید استفاده بکنید و تا چشم کار میکنه، پر از زیبایی است. این هم درخت بسیار قدیم. اما ساعت کاری این پارک زیبا 7:30 بعد از ظهر میبنده. جوبلی پارک اند گاردن، بریم ببینیم چی هست اینجا. جوبلی هم که دقیقاً چسبیده به رودخونه تیمز، یه پارک خیلی کوچیک جمع و جوره که فقط بریم عکساش رو ببینیم، که مسلماً عکسایی که ازش میاد بیرون خب بایستی از لندن آی باشه. خودش خیلی سرسبزه، ولی خب خیلی جمع و جور و محدوده. مجسمه و ساختمون های اطراف رو ما میبینیم، نمای بسیار زیبایی از لندن آی و چرخ و پلک. و این اسباب بازی که بسیار معروفه، همیشه هر کس از لندن آی عکس میگیره، این حتما در گوشه از عکسش هست. و آدم هایی که خودشون رو به شکلهای مختلف در میارن، نیستن تا بقیه کنارشون عکس بگیرن و اینها به پول برسن. و چرخ و فلک یا تاپ پرنده بهتره بگم، که توی اینجاست. خب این هم احتمالا نمای بالای همون تاپ پرنده یا یکی از ساختمانه بلنده. بله، این هم نوعی کاسبی و نماهای مختلف از این پارک زیبا. بله، توی این کاملا مشخصه که این پارک به چه وضعیتی هست و چه کاربردی داره. اما ساعت کاری ببینیم براش در نظر گرفتن یا خیر، 24 ساعت است. و این هم پست‌کد این پارک بسیار دیدنی ولی کوچیک. بریم سراغ کلیسول پارک و ببینیم این پارک کجاست. بله، کمی به سمت شمال تشریف که بیارید، یه پارک کوچیکیه به این شکلی که دارید میبینید. یه نقاب هست با دو تا چشم داخلش، این رو نشون بکنید و بیایید داخل این پارک و ببینید چقدر این پارک میتونه زیبا باشه. این فضاسازی ها میتونه برای عکس و از پایین هم قشنگ باشه. بریم سراغ عکس هاش. فضای سبز خیلی بزرگی داره، وسیعه، داخلش آب هست، اطراف ساختمون هست، گلکاری شده، آب نما و پرندگان و حتی حیوانات حیات وحش هم محافظت شده در اینجا نگه میدارن. توری ها هم کشیدن که از یه محدودی دورتر نرن. و همینطوری که دارید میبینید، پارک بسیار دیدنی است. چه جالب، استخر سرباز داره برای فصل تابستون و برای اسکیت بورد یا اسکوتر سوارها میتونن بیان اینجا از این فضا استفاده بکنن، چیزی که تو پارک های دیگه به چشمون نخورد. حیات وحش رو اینجا داریم باز در فصل های مختلف. باز هم زیباست این پارک. خب بریم، اینم بازی بچه ها. بریم ساعت کاری رو ببینیم و برای اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه مرخص بشیم. ساعت 8 بعد از ظهر میبنده و این هم آدرسش رو میتونید حتی از اینجا یادداشت بکنید. بریم سراغ راوند پوند، کنزینگتون پالاس. کنزینگتون دقیقا در سنتره، یکی از منطقه‌های خوب و گرون قیمت لندن کنزینگتون. و این هم پارک زیبای داخل اون، باز هم تشکیل شده از دریاچه های دستساز با دیزاین همیشگیشون. بریم ببینیم چی داره.
دریاچه بسیار زیبا با پرندگان که به صورت آزادانه توی این پارک زندگی میکنن. خط عبور هواپیماها رو ببینید، از روی همین میشه تشخیص داد که لندن چقدر میتونه در روز پرواز داشته باشه. اما به جاهای دیگه هم سر بزنیم، چقدر زیبا مجسمه ها داخل فضاهای بسیار چشم نواز. البته میگن به پرنده ها غذا ندید، ولی خب بعضی این کارو میکنن و خیلی هم لذت بخش این کار. چیزی که به چشم زیاد میخوره پرنده هاست، یعنی انگار پرنده ها خیلی بیشتر از بقیه چیزها بولد هستن اینجا. خب مشخصا همینطور هم هست، دریچه های بزرگ قوق، گاز و انواع پرنده ها رو به خودش جذب میکنه. بله، اینم غروب بسیار زیبا، تک درخت ایستاده و پرندگانی که التماس غذا دارن از این بنده خدا. امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه. ازتون درخواست میکنم برای حمایت از این کانال حتما سابسکرایب بکنید، نظراتتون رو بنویسید، لایک و کامنت یادتون نره و ویدیو رو برای دوستانتون شیر بکنید تا اونها هم به جمع ما بپیوندن. مرسی که با من همراه بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. سی یو نکست تایم.